دیابت یا بیماری قند یک نوع بیماری متابولیکی و مزمن است که نشانه آن قند خون بالاتر از 120 میلی گرم در دسیلیتر در یک برهه طولانی است. این نوع بیماری سه نوع اصلی، نوع اول، نوع دوم و بارداری دارد. در دیابت نوع اول به علت تخریب سلول های بتای پانکراس توانایی تولید هورمون انسولین در بدن از بین می رود. این نوع از دیابت می تواند ناشی از یک بیماری خود ایمنی باشد و به دلیل نمود انسولین در بدن فرد مبتلا نیاز حتمی به تزریق انسولین دارد. این نوع از دیابت با نام‌های دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوجوانان نیز شناخته می شود. دیابت اولین چیزی که در فکر ما میرسه قند خون بلند است. یعنی اولین چیزی که به فکر ما میرسه شکر در دوران خون بلند است. که در حقیقت یک نوع یک مرض مزمن و پیشرونده است که میتابولیزم کربوهیدرات، پروتئین و شام بر هم میخوره. دیابت در مجموع دو نوع است، تایپ 1 و تایپ 2. خارج از تایپ های انسیپی دوز و دیابت چاقی و دیابت به اصطلاح عاملگی و یا در مجموع به صورت کلی امید دو نوعی که نام گرفتیم است که یکی وابسته به انسولین است که دیابت اندپندنت است و یکی نان اندپندنت که دیابت غیر وابسته به انسولین است. دیابت وابسته به انسولین قسمی است که مطلق در دوران انسولین وجود نداره یا از بسیار به ترشحی کم داره. دیابت دو نوع داره، نوع یک و نوع دو. نوع یک وابسته به انسولین است که شیوه کمتری داره در اطفال و نوجوانان به دلیل کاهش تحرک، تغذیه نامناسب و ورزش کم در اطفال نوجوانان زیادتر است. در دیابت نوع دوم سلول های بدن به وجود انسولین پاسخ صحیحی نمیدهند و انسولین تولیدی نمیتواند عمل کرده طبیعی خود را انجام داده و قند موجود در خون را کاهش دهد. این اتفاق در نهایت ممکن است به تخریب سلول های بتای پانکراس و توقف کامل تولید انسولین منجر شود. در ابتلای فرد به دیابت نوع دوم عوامل ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی نقش مهمی ایفا می کنند. نوع سوم آن دیابت زنانه یا دیابت بارداری نام دارد. این بیماری زمانی رخ می دهد که زنان باردار بدون سابقه دیابت دچار سطح بالای قند خون شوند. دیابتی که غیر وابسته به انسولین است او دیگه مقاومت در مقابل انسولین وجود داره، در مقابل گلوکوزی که باید داخل حجرات و سلولای بدن شود وجود داره. یعنی تماما گلوکوزی که در دوران است داخل حجرات شده نمیتونن، بنان یک مقاومت در مقابلش وجود داره. دیابت نوع دو دیابتی است که غیر وابسته به انسولینه، غیر وابسته به انسولین است که در بزرگ شیوع بیشتری در جهان داره که در بزرگان زیادتر دیده می شود. دیابت در حقیقت اما تعریفش که گفتم که یک مریض مزمن و پیشرونده است، در حقیقت یک نوعی از سندرومی است که تماما اسبابش که ایره به وجود میاره واضح نیست، ولی میتونیم بگیم که اسباب ژنتیکی داره، به صورت وراثت انتقال میکنه یا کسایی که با ویروس های مختلف دچار میشن یا خود امراض پانکراس که ایره مسئولیت افراز و اطراح انسولین به عهده داره او دچار اختلال و مشکل میشه. و دیگه در مجموع امراض اوتویمیون و اچله و بعضی چیزهای دیگه که در این نقش دارن. و چیزی که بسیار مهم است عوامل محیطی، ای اسباب مثل چاقی، مثل اضافه وزن، گرفتن مواد غذایی چربی زیاد یا مثلا کربوهیدرات و پروتئین و قندیات زیاد، ای یکی از دلایل بسیار عمده و محیطیش است که در به وجود آوردن شکر یا دیابت نقش بسیار مهم ایفا میکنه. هورمون انسولین و گلوکاگون تنظیم کننده قند خون میباشند. نقش گلوکاگون بالا بردن قند خون و نقش انسولین پایین آورنده قند خون توسط سازوکارهای مختلف است. دیابت یک بیماری مزمن و پیشرونده است که زمانی که در بدن یک شخص نمیتونه انسولین کافی تولید کنه در مرض دیابت دچار میشه.
انسولین خودش یک هورمونی است که از پانکراس در بدن تولید میشه که وظیفه ای است که قند از خون میگیره به سلول های بدن منتقل میکنه که از این به عنوان انرژی استفاده کنن. کسانی که مرض دیابت داره یا میزان انسولین در بدن کم است یا تاثیر کافی بالای او نداره. در دیابت سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکوز کاهش می‌یابد. از این رو میزان قند خون افزایش یافته که به آن هایپرگلیسیمی می‌گویند. وقتی این افزایش قند در دراز مدت در بدن وجود داشته باشد، سبب تخریب رگ‌های بسیار ریز در بدن می‌شود که می‌تواند اعضای مختلف بدن همچون کلیه، چشم و اعصاب را درگیر کند. همچنین دیابت با افزایش ریسک بیماری‌های قلبی عروقی ارتباط مستقیمی دارد. گاهی ممکنه در گروه خاصی مانند زنان دیابت به وجود بیاید که ایره دیابت بارداری میگن. در زمان بارداری برای اولین بار قند خون بالا میره و بعد از ولادت دوباره می قند خون پایین میایه و تاثیراتش از بین میره که ممکنه باز در آینده هم دچار همین دیابت شوند. کسانی که در بارداری همین مشکل مرض برشان پیش آمده. در مجموع کسایی که اینجا مراجعه میکنن یا اضافه وزن هستن، یا کسایی که بسیار پرخوری میکنن، یا کسایی که تحریکیت کم دارن، یا کسایی که اصلا سپورت و ورزش یا ندارن، یا رژیم غذایی مناسب ندارن، یا با امراض مختلفی که مساعد هستن مثل امراض قلبی و عروقی و امراض اویه و یا در مجموعی چیزایی است که مریض اگر قرار باشه امراض قلبی داشته باشه، اینا باید از لحاظ دیابت شکر باید رد شود که دیابت ندارن و همیشه حداقل 3 ماه 6 ماه معاینات دیابت شکر شب بکنه. یا کسایی که به اصطلاح زیاد اعراض علائم برجسته و حاکم دارن، چیزی که بسیار زیاد مهم است، مریضایی که پیش ما مراجعه میکنن یا علائم و اعراض علائم بسیار برجسته براتون تشریح میکنه، مثل ادرار کردن زیاد، مثل آب خوردن زیاد، مثل گرفتن مواد غذایی زیاد که هر لحظه تشنه و گشنه و به اصطلاح دستوی زیاد میرن، که امو اعراض علائم کلاسیکش است که مریض می داشته باشه. یا به صورت روتین روتینی که معاینات خونشان انجام میدن پیدا میشه که اینا دیابت دارن به صورت تصادفی، یا اختلالاتش بروز میکنه. چیزی که بسیار زیاد مهم است، اختلالات از این در مجموع اختلالات عصبی داره که مریض بسیار بک استراب و تشویش و مریض زوال عقلی و ذهنی و یا پیدا میکنن، یا امراض نیوروپاتی ها میگن که کسایی که مشکلات در مجموع اعصابی ها، یا نفروپاتی ها پیدا میکنن کسایی که مشکلات کلیوی یا دارن، یا کسایی که مشکلات دید پیدا میکنن، یا و دیگه در مجموع کسایی که مشکلات قلبی پیدا میکنن. یا یکی از چیزایی است که مریض اختلالاتش که زمان پیدا کرد باز پیش مراجعه میکنه پیش یکی از دکترها متخصصین مراجعه کرد، بعد از اینکه معایناتش تکمیل شد میفهمن که شکر دارن. نوشیدن مایعات، تشنگی بیش از حد، پرخوری، خستگی بیش از حد، مشکلات بینایی، تکرر ادرار و عدم بهبود زخم ها و عفونت ها می باشه. من تقریبا 2 سال مبتلا به شکر شدم دیابت. به خاطر زیاد بدپریزی و پرخوری و تشویش همی چیزایی است که من دیابت شدم. او خوریش زیاد دارم بیش از حد. ای تو دویدن دشویی زیاف میروم، همی تو پایایم کفت میکنه، سوزیش میکنه، بعضی وقتایی سرم بسیار درد میکنه، یعنی می تو چیا پوست خراب میکنه، این شکر پوست، یعنی می مشکل ها را دارم. یه همی دنیم تمام جانم میسوزه، تمام جانم میسوزه، ببخشن دشویی سو روز زیادتر میرم، این همی تمام جان واتش میگیره، روغنی بخورم یا شیرینی بخورم تا بتر زیاد میشه. ما شما میداریم که در یک محیط اسلامی هستیم، در یک کشور اسلامی هستیم، یعنی بسیار آیه های واضح و صریح در یک قسمت وجود داره که بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید. یعنی هر مواد غذایی یا به اصطلاح که همین کتگوری های مثل کربوهیدرات و پروتئین و شحمیات و قند و منرال ها و ویتامین هست، یعنی هر قدر ما شما اگر بخوایم که اسراف بکنیم زیاد بخوریم، بنان او عوارض خود می داشته باشد، تاثیرات منفی خود می داشته باشد.
یا در جای احادیث دیگه هم در این موارد وجود داره که معده محیط از امراض است، یعنی ما هر قدر مواد غذایی زیاد پرتیم و هر نوع به اصطلاح تحولات تغییراتی که دو بیاید میتونه که یک محیط برای بیماریزا باشه. ولی اگر ما و شما پرهیز بکنیم و پر مواد غذایی خود مناسب بگیریم و پرهیز داشته باشیم، بازی به اصطلاح یک نوع داروی است که بدون از این که ما و شما متوجه شویم میشه که به اصطلاح پرهیز خودش یک نوع سرآمد تمام داروها باشه. دیگه اینا دما چی نمیگم یک دقیقه جان که اصاب خورد میشد سرشون دیگه میمونم رقمی. والا چون که ما خودی شکر یک چیزی است که زیاد خلق آدم تنگ میشه، کم حوصله میشه. وقتی طبعا که کم حوصله شدی غالمغال کده خونجگر شدی، خودیت خونجگر بودی، خانواده هم بسا دیگه خونجگر است دیگه. کسان که مرض دیابت داره استرسشان بیشتر میشه، در خانواده امراه خانواده بسیار زیاد در جگرخونی و جنجال هستند، بعد مشکلات اقتصادی هم که دارن نمیتونن صحیح تداوی کنن خود، یا که در مورد مواد غذاییشان هست صحیح به خود برای خود تهیه کنن از او استفاده کنن، نمیتونن که در جامعه امرای دیگرا صحیح نشست و برخواست کنن به خاطر که سرشان فشار میاد، یا غذای یک مهمانی جای میرن نمیتونن از غذا استفاده کنن. اولین چیزی که بسیار زیاد مهم است تاثیرات روحی روانی خود فرد است، که خود فرد در یک تاثیرات قسمی که در اشاره کردم یک نوع اختلالاتش هم اختلالات به اصطلاح ذهنی است که او برای خودش پیدا میشه. چون شکر در داخل دوران، به صورت عام بگویم شکر در داخل دوران وقتی که ما تماما مواد قندیات و شحمیات و پروتئین‌ها میخوریم، بنان تجزیه و تحلیل به گلوکوز میشه و این داخل دوران سرگردان میگرده. یعنی در مقابلش یک نوع هورمونی است که از پانکراس افراز میشه که انسولین است، این باید از داخل دوران خون بگیره و داخل حجرات به اصطلاح داخل حجرات بسازه که به مصرف برسه و به اصطلاح انرژیزا باشه. بنان وقتی که انسولین در دوران نباشه یا در دوران کم باشه، گلوکوز سرگردان در داخل دوران خون میگرده. ایناله قسمی است که اگر سرگردان در داخل دوران خون میگرده، در تماما اویه ها یا به اصطلاح در گردش است و هیچ نوع همکاری نیست که گلوکوز در داخل حجرات بسازه. ایناله در حجرات دماغی و عصبی که میره به اصطلاح در شریان های عصبی، بنان یک بندش اوجا پیدا میشه یا بالاخره محیط آلوده میکنه و محیطی که باید به مصرف گلوکوز برسه و به مصرف نمیرسه. بنان یک مریض یک دلتنگی ها پیدا میکنه، یک خلق تنگی ها، روانش مشکل پیدا میکنه، یک نوع تشویش پیدا میشه برش، یک نوع استراب پیدا میکنه، یک نوع زوال عقلی پیدا میکنه، زود تصمیم گرفتن نمیتونه، پرخاشگر میشه دیگه، حافظش درست کار نمیتونه، تصمیم درست گرفته نمیتونه. این چیزایی است که خود مریض تجربه میکنه و به محیطش انال تمن که یک مریضی که استرس داشته باشه، یک مریضی که به اصطلاح با محیطش روابط خوب برقرار نکنه، پرخاشگر باشه دیگه، مثلا حافظه درست کار نکنه، یک چیزی برش بگی فراموشی پیدا بکنه، تمن که محیطش هم کدش مشکل پیدا میکنه، خصوصا اعضای فامیل درجه یکش کدش مشکل پیدا میکنه، هر روز جنجالایشان زیاد میشه، هر روز دلتنگیاشان زیاد میشه، یعنی یک نوع تاثیرات منفی داره. و از طرف دیگه مریضای شکر مطلق دوا میگیرن. خب در قسمت دوایش هم اگر اشاره بکنیم، این مریضا یا پرهیزهای غذایی را باید بسیار مراد بکنن، یا غذاها جمع دواها بگیرن، یا مطلق انسولین بگیرن که کنترل شوه. بنان هر روز دوا خوردن و هر روز انسولین گرفتن و هر روز پرهیزهای غذایی تمن که سر محیط و ماحولش تاثیرات منفی میمونه و محیط و ماحولش همیشه باید اگر قرار باشه مواد غذایی تهیه و تنظیم بکنن، باید یک دیگ علایده برای کسی که بیمار است برای داشته باشه و یک مواد غذایی یا دیگ علایده برای فامیلش اعضای بقیه اعضای فامیل داشته باشه. بنان اینا این مشکلاتی است که در محیط ما حول بالای کسایی که شکر دارن بسیار تاثیرات منفی میکنه، روانشان رو نارام میکنه، یعنی تماما روال نرمال زندگیشان رو برهم میزنه. طبق آمار بهداشت جهانی شیوع دیابت در بزرگسالان جهان 8.8% هست که از این تعداد حدود 90% آن دیابت نوع 2 می باشد. همچنین نرخ شیوع جنسیتی آن به طور متوسط در زنان و مردان یکسان است.